امروز هزاران نفر از ایرانیان در لندن پایتخت بریتانیا با راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیری آن کشور خواهان اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی دولت بریتانیا شدند. در این راهپیمایی و تجمع که پس از فراخوان وحید بهشتی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر برگزار شد، شماری از فعالان و مقام‌های سیاسی از کشورهای دیگر هم حضور داشتند. پناه فرهاد بهمن خبرنگار آزاد از محل این تجمع همینک با ما هست. پناه، از تصاویر به نظر میرسه که استقبال زیادی از این فراخوان شده. بله دقیقاً، میشه گفت که از پرتعدادترین تجمعها و راهپیمایی هست که در هفت ماه اخیر انجام شد. تجمع و راهپیمایی که ابتدا راهپیمایی بود از لندن آی شروع شد و مقابل دفتر نخست وزیری که اینجا هست رسید. همینجوری که جمعیت رو میبینید، جمعیتی کم نظیر هست که ما در طول هفت ماه اخیر داشتیم. حالا فقط این عکسایی نیست که نشون میدن، جمعیت رو میتونید در بک‌گراند، در پس زمینه ببینید. این تجمع به دعوت حمید وحید بهشتی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر انجام شد که در طول 66 روز گذشته با اعتصاب قضا خواهان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی. مهمان‌های زیادی بودن، از رضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد گرفته تا حامد اسماعیلیون. حامد اسماعیلیون باشه گفتگوی داشتم، ببینیم و برگردیم. ابتدا بیشتر از همه به خاطر وحید بهشتی من اومدم اینجا، برای اینکه 66 روز اعتصاب قضا کرده و به نظر من ما باید زنده بمونیم تا خاری باشیم در چشم استبداد. هم سعی کردم به وحید اینو بگم، هم در صحبت هم خواهم گفت. و خب هدفی که داره بسیار مهمه، گذاشتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی. موانع بسیار زیادی وجود داره و به نظر میاد اراده سیاسی هنوز کامل برقرار نشده، ولی تکرار موثره. به عنوان کسی اینو میگم که 3 سال و 4 ماه برای بردن یک پرونده به دادگاه بین‌المللی تلاش کرده و تا 2 ماه دیگه این اتفاق میفته. ما باید بر هدفی که داریم متمرکز باشیم و بر اون اصرار بورزیم. و الان حضور مردم امروز در لندن هم در ادامه همون تلاش هاست که صدای مردم ایران انعکاس میده. فکر میکنین نتیجه عینی و عملی اضافه شدن سپاه به فهرست کشورهای تروریستی کشورهای دنیا چه خواهد بود؟ چه کمکی میکنه به مردم داخل ایران؟ فارغ از لطمه حیثیتی که به سپاه پاسداران میخوره که سزا در جایی که در سزاوار قرار میگیره، مسئله دیگه اینه که پولشویی و مسائل مالی سپاه با خارج از کشور قطع بشه. در کشور کانادا ما همه شاهدیم که چه کارهایی صورت میگیره، چگونه سپاه پاسداران در اونجا فعالیت اقتصادی میکنه. اینها در واقع باید قطع بشه و گذاشتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی این کار انجام. و اگر بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، تجمع امروز فقط ایرانیان نیستن، همونطور که میبینید بسیاری از اوکراینی ها در حمایت از مردم ایران و خیزش انقلابی داخل ایران به اینجا اومدن. ما با افراد مختلفی صحبت کردیم، با خود وحید من صحبت کردم که وقت کوتاه است و حتما در بخش بعدی خبر اونها رو هم خواهیم دید.